به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر به مجموعه خبری 5:30 امروز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تأکید ریاست جمهوری بر آغاز کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخابات. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید تا پایان روز یکشنبه کمیته گزینش به کارش آغاز خواهد کرد. انتقاد مجلس نمایندگان از بهر حاضر نشدن اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به نشست این مجلس. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به نشست روز شنبه مجلس نمایندگان حاضر نشدند. و کشته شدن 12 تن در پی انفجار یک موتر بمب گذاری شده در عراق. امروز شنبه سوم میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 24 سپتامبر سال 2016 میلادی. من وسیم احمد ادیب هستم و این هم مشروع خبرها. ریاست جمهوری می گوید تا فردا کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخابات به کارش آغاز خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که با آغاز به کار کمیته گزینش کشور به سوی برگزاری انتخابات شفاف حرکت خواهد کرد. و می گوید که همکنون تفاوت دیدگاه میان سران حکومت وحدت ملی وجود دارد و این تفاوت دیدگاه ها مانعی برای تطبیق مواد توافقنامه سیاسی نخواهد شد. حفیظ الله سالنگی گزارش می دهد. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بود. نزدیک به 2 سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما حکومت تا هنوز گام های عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی بر نداشته است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری با تاکید به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در کشور میگوید که تا پایان روز یکشنبه هفته روان کمیته گزینش کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی آغاز به کار میکند. زمانی که کمیته گزینش کار خود شروع میکنه و پس از بررسی سی وی ها، ما انتظار داریم که به زودی اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت هم معرفی شود و تقویم انتخابات توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات اعلام میشه. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که بنبست انتخاباتی شکسته شده است و کار عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی آغاز شده است. وی میگوید که با آغاز به کار کمیته گزینش زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور مساعد خواهد شد. ما دیگه از بنبست ها عبور کردیم و عملا به سوی عملی شدن برنامه انتخابات به پیش میریم. روی موضوع امنیت انتخابات هم امروز بحث شد که وزارت داخله مسئولیت بررسی امنیت حوزه های انتخاباتی رو داره که در کجاها امنیت و در چه سطح باید گرفته شود تا انتخابات به شکل خوبش برگزار شود. اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی در پیوند به چگونگی تطبیق موافقتنامه سیاسی سبب نگرانی شهروندان کشور شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری تفاوت دیدگاه ها میان رهبران حکومت وحدت ملی را میپذیرد، اما میگوید که هیچ اختلاف میان سران حکومت وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در حکومت وحدت ملی وجود دارد، مثلی که در یک اداره میتونه یک تفاوت دیدگاه باش، در سطح یک فامیل میتونه یک تفاوت دیدگاه باش، ولی اختلاف هرگز وجود نداره. امروز ساعت 5 تا 6 رئیس جمهور و رئیس اجرایه با هم صحبت دارن. این در حالی است که رئیس جمهور غنی برای ارگانهای امنیتی و وزارت مالیه دستور داده است تا در زمینه تأمین امنیت انتخابات و فراهم نمودن منابع مالی آن تلاش کنند. امریکا قصد دارد با یک جا شدن جناح نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر روند صلح و حضور وی در صحنه سیاسی با حضور دوامدار خود در افغانستان مشروعیت بدهد. شماره از آگاهان با بیان این مطلب میگویند که امریکا جناح نظامی حکمتیار را از فهرست سیاه بیرون و زمینه حضور رهبری این حزب را در قدرت سیاسی مساعد خواهد کرد. در این حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که برخی از ماده های توافقنامه صلح با جناح نظامی حکمتیار مشکل حقوقی دارد. هم حفیظ الله سالنگی.
گلبودین اکمتیار در گذشته های دور با آمریکا و کشورهای غربی رابطه خوبی داشته است. آمریکا قصد داشت در نخستین روزهای پیروزی مجاهدین در برابر رژیم کمونیستی آقای اکمتیار را با همکاری پاکستان در افغانستان به قدرت برساند. شماری از آگاهان سیاسی می گویند که با یک جا شدن جنای نظامی حزب اسلامی گلبودین اکمتیار به روند سال آمریکا تلاش می کند تا حضور دائمیش در افغانستان را مشروعیت بدهد. چون آمریکا متهم به ایست که در افغانستان زمینه هایی را که امکان دارد سال فراهم بکنه و زمینه را خیلی خوب مرا فراهم نکرده، پس برای ازی که این وجه بعد از آمریکا پس شود، این کار حتما آمریکا انجام می‌دهد و لغو می‌سازد تعذیرات را که علیه چیز علیه اکمتیار و حزب اسلامی وضع شده بوده و همینطور از دیدگاه خارج میسازه و حتی زمینه زیر فراهم میکنه که حزب اسلامی در افغانستان بتونه در آینده در قدرت سهیم شود. قطب‌الدین الهلال معاون پیشین جنای نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبودین اکمتیار گفته است که افغانستان به حمایت غرب به ویژه آمریکا نیازمند است. آگاهان باور ندارند که بدون دخالت آمریکا جنای نظامی حزب اسلامی اکمتیار به صلح یک جا شوند. آنان میگویند که آمریکایی ها از اکمتیار به عنوان یک موره در سیاست گذاری های کلانشان در افغانستان استفاده خواهند کرد. ایالات متحده میخواهد که از اکمتیار به عنوان سمبولیک استفاده بکنه، در آینده مشروعیت حضور خودش در افغانستان بالا ببره، یک بخش بزرگ از مخالفین با حضور ایالات متحده راضی باشند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر تامین صلح در کشور میگویند که برخی از ماده های توافقنامه صلح با جنای نظامی اکمتیار مشکل حقوقی دارد. مسئله مشارکت حزب اسلامی است که تا کنون 95% حزب اسلامی در داخل حکومت هست. بازم مشارکت آیا باز یک امتیاز نیست؟ امتیاز مخالف قانون اساسی است. کمیته اجرایی که از طرف حکومت و هیئت حزب اسلامی تشکیل شده تمام مفاد موافقتنامه را تعقیب میکنه، پیگیری میکنه و حکومت موافقتنامه را که امضا کرده متحد به اجرایشان هم هست و از هیئت حزب اسلامی هم انتظار داره که اونا هم متحد به اجرای موافقتنامه باشد. در حالی نمایندگان مجلس برخی از ماده های توافقنامه صلح با جنای نظامی اکمتیار را مشکل زا می دانند که پیش از این نیز دیدبان حقوق بشر از امضای توافقنامه با جنای نظامی حزب اسلامی گلبودین اکمتیار انتقاد کرده بود. مجلس نمایندگان از بهر حاضر نشدن اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در نشست روز شنبه این مجلس سخت انتقاد میکند. اعضای مجلس عملکرد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در راستای مشوره دهی بر رئیس جمهور برای صدور فرمان جدید تقنینی را خلاف قانون میدانند. سرانجام مجلس نمایندگان طی یک مکتوب از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستار وضاحت در مورد چگونگی مشوره دهیشان به رئیس جمهور شدند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با استناد از ماده 93 قانون اساسی کشور برای رئیس جمهور غنی مشوره داده است که ریاست جمهوری می تواند در پیوند با چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی فرمان صادر کند و فرمانش را برای تصویب به مجلس نمایندگان نفرستد. به همین هدف مجلس نمایندگان اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای پاسخگویی به نشست عمومی روز شنبه این مجلس فرا خواند. اگر اینا در برابر ما مسئولیت نداشتند و ندارند، چرا از ما رأی گرفتند؟ فلهاز جناب رئیس، نامدن از یاد تخطی از قانون است، تخطی از قانون اساسی افغانستان است. مطابق ماده 157 قانون اساسی چون رای تاییدی را از اولیسی جرگه گرفتن، اینا باید پاسخگو باشن. نیامدن امروزشان اینا به احترامی به قانون اساسی بوده. چون اینا از مشروعیتشان را توسط رای نماینده های مردم گرفتن و این صلاحیت شورای ملی داره که رایشان را دوباره پس بگیرن. امروز به نیامدن اعضای کمیسیون تطبیق بر قانون اساسی، مطبوعات و جامعه مدنی و جامعه جهانی بفهمه که تا حکومت نمیخواهد که اصلاحات در قوانین انتخاباتی بیاید و حکومت نمیخواهد که انتخابات شود. سرانجام پس از بحث‌های
داد در مورد حاضر نشدن اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در نشست روز شنبه این مجلس، اعضای مجلس تا یک مکتوب از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستار وضاحت در مورد چگونگی مشوره‌دهی‌شان به رئیس جمهور شدند. پس پیشنهاد ما است که یک مکتوب دقیق و حقوقی در پاسخ به اینا نوشته شود و به اینا فرصت داده شود تا روز دیگر که بیاید در پارلمان افغانستان ابهامات موجود را رفع بکنه. اگر موافق باشید یک مکتوب به مرجع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک مکتوب حقوقی روان میکنیم و هیئت اداری هم با رئیس جمهور صحبت میکنیم اگر به این مسئله موافق باشید. اما حق ما محفوظ است، خدای نخواست نتیجه مطلوب اگر نمیگیریم حق ما محفوظ است. درست است به این مسئله؟ موافق باشید مجلس را ختم میکنیم. امتیازات شان بسیار باز. اعضای مجلس نمایندگان همچنان فیصله کردند که اگر اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پاسخنامه این مجلس را ندهد، برای آنان صندوق خواهند گذاشت و رأی عدم اعتماد خواهند داد. شماری از عالمان دین در ولایت بغلان حمایت خود را از نظامیان کشور اعلام کردند. این عالمان دین میگویند که نظامیان کشور در برابر توطئه های دشمنان کشور مقابله می کنند و باید از آنان حمایت صورت گیرد. همزمان این عالمان دین از حضور کمرنگ خود در اداره های دولتی انتقاد می کنند. این عالمان دین گرد هم آمدند و برای حمایت از نظامیان کشور صدا بلند می کنند. آنان می گویند که نظامیان کشور در شرایط بسیار دشوار در مقابل دشمنان مردم افغانستان در نبرد هستند و باید از آنان حمایت های فراوان صورت گیرد. از هر عمل کردی نرمی امنیتی که در خط یواد مقدم چرا راست مادوی مرد می اداره ارشاد حج اوقاف ولایت بغلان با ستایش از این اقدام عالمان میگوید که حمایت عالمان دین از نظامیان کشور میتواند برای آنان روحیه بیشتر ببخشد. با این حال شماری از باشندگان ولایت بغلان در این گرد همایی از بحر ناامنی برخی از مناطق این ولایت سخت انتقاد میکنند و میگویند ولسوالی دهنه غوری با آنکه از حدود 2 ماه در تصرف طالبان است، اما حکومت کاری برای به دست گرفتن اداره این ولسوالی نکرده است. دهی دامی گوری دامی شومگی میگه که فرق بیشتر زنده همین مهمات و سراغ بیرون شکل میگه کی برای زنده همه هم کام کو رنجا رویا دکتر تاربا قرار میگه تاربا تجیز میگه مهمات میگه. در این گرد همایی عالمان دین با نشر قطعنامه ضمن حمایت از نظامیان کشور حمایت آنان را به هدف تامین امنیت در کشور مؤثر خواندند. ریاست جمهوری اعلام کرد که پس از این هیچ سخنگوی حکومتی بدون دلیل موجه نمیتواند از ارائه معلومات به رسانه ها سر باز زند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی با اعلام کمپاین دسترسی به اطلاعات و اداره های روابط عمومی ارگان های دولتی دستور داده است که برای ارائه اطلاعات به رسانه ها همکاری جدی داشته باشند. شرح بیشتر از بصیر کاوش. در حال حاضر 75 شبکه تلویزیونی، 1200 رسانه چاپی و 1200 ایستگاه رادیویی در سراسر کشور فعالیت میکند. اما دسترسی به اطلاعات از مشکلات اصلی خبرنگاران کشور در بیش از یک دهه پسین گفته شده است. در برخی از موارد مقامهای حکومت حاضر نمیشوند که اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار دهند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری با تاکید بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات میگوید که پس از این هیچ سخنگوی حکومتی نمیتواند اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهد. رئیس جمهور اسلامی افغانستان دقیقاً یک روز پس از مراسم تحلیف قانون دسترسی به اطلاعات توشیح کرده. این قانون عملاً نافذ هست. هیچ گونه محدودیتی از طرف وزارتخانه‌ها در دادن اطلاعات به رسانه ها وجود نداره. بنابراین هر وزارتخانه یا سخنگویی که حاضر به دادن معلومات با رسانه ها نباشد، شما میتونید معلومات و همین خبر را به دفتر سخنگوی ریاست جمهوری شریک کنید و قطعاً رسیدگی میشه. معاون سخنگوی ریاست جمهوری حمایت از رسانه های کشور را یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی میداند. یک از تعهدات حکومت افغانستان حمایت از فعالیت آزاد رسانه ها و آزادی بیان است. هم قانون اساسی افغانستان هم قانون رسانه های افغانستان آزادی بیان تضمین کرده. حکومت وحدت ملی رئیس جمهور افغانستان متعهد است که از آزادی بیان و از فعالیت آزاد رسانه ها در افغانستان حمایت کند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری همچنان از سازمان ملل متحد خواست که حمایت خود را به گونه جدی از رسانه‌های افغانستان اعلام کند. و ما انتظار داریم که سازمان ملل متحد در بخش مسئولیت خبرنگاران در افغانستان نماینده ویژه‌شان را بفرستند و در این مورد اقدامات همه‌جانبه را انجام بدن. این در حال است که هنوزم خبرنگاران از تطبیق نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور شکایت دارند و میگویند که در بسیاری از موارد اطلاعات دقیق در اختیارشان گذاشته نمی شود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان مسئولان ارگانهای امنیتی را به بیکفایتی در راستای تامین امنیت برخی از مناطق متهم می کنند. این نمایندگان مسئولان امنیتی ولایت اروزگان را به سهلنگاری متهم می کنند و می گویند که در بیش از 30 پاسگاه امنیتی در این ولایت با مخالفان مسلح حکومت معامله صورت گرفته است. در این حال رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی مجلس دستور داد که این قضیه را به گونه جدی پیگیری کند. وثیق الله عظیمی گزارش دارد. با افزایش دامنه ناامنی ها در بخش های از کشور، به ویژه گسترش فعالیت هراس افغانان در بخش های از ولایت اروزگان، اعضای مجلس نمایندگان ارگان های امنیتی را به سلنگاری در راستای تامین امنیت برخی از مناطق متهم می کنند. اعضای مجلس مسئولان محلی ولایت اروزگان را به بی‌کفایتی متهم می کنند و می گویند که در بیش از 30 پاسگاه امنیتی در این ولایت با مخالفان مسئله دولت معامله صورت گرفته است. واقعا در اروزگان داره چی میگذرد؟ اون چی که ما میشنیم کسایی که سالهای متمادی در کنار نظام ایستاد بوده و از نظام دفاع کرده در این مرحله داره اونا با مخالفین وارد معامله میشه. چی وجود داره؟ چرا این گونه شده؟ هنوز هم مردم قندوز به حدی و مشکل مواجه هست که حتی طالبا این و آمدن زمستان تیاری خود گرفته، آمادگی خود گرفته. من نمیفهم دولت چرا آمادگی خود نمیگیره و نیروهای امنیتی چرا آمادگی خود نمیگیره؟ زغشتن تمام چه دولت سپون پاک او فزابل که زمر د مالی پولیس د شاجی رسالی د مالی پولیس کمانډاش په شهادت ورسیده دغه ځای باندې د ډیرک کمانډان په شهادت ستل دی شپ بهترین جوانای خوده بس چند جوان خوده کی همیشه از خاک دفاع کرده بود و میجنگید در مقابل دشمن ما دست دادی ما به خاطر بی کفایتی کمانډان امنیه و ارګارهای امنیتی و به خصوص حکومت وحدت ملی کی بی کفایترین حکومت هست. در همین رئیس مجلس نمایندگان با کمیسیون امنیت داخلی مجلس دستور داد که این قضیه را به گونه جدی پیگیری کند و مسئولین امنیتی را دعوت بتیم که در پیوان به امنیت افغانستان و به خصوص ولایت اروزگان و قندوز مسائلی که لازم هست و عاجل روی دست بگیرند که از وضعیت تکرار این جدن اسفبار است و ما یک کمکی به ملت افغانستان کرده باشیم و کمیسیون باید در این راستا با مسئولیت اونا را دعوت بتن. در حالی اعضای مجلس نمایندگان مسئولان امنیتی ولایت اروزگان را به بی‌کفایتی متهم میکنند که فرمانده قلی اردو 205 یتل میگوید که شماری از پاسگاه‌های پلیس در پی یک سازش با گروه طالبان تسلیم داده شده است. چند خبر کوتاه. یک محموله سلاح و جنگ افزار طالبان در ولایت هرات کشف و ضبط شده است. دفتر رسانه‌ای ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که افرادی وابسته به گروه طالبان قصد داشتند این محموله را از ولایت غور به هرات منتقل کنند که در ناحیه 11 شهر هرات بازداشت شدند. این سلاح که شامل 51 میل کلاشینکوف، 19 میل شیشکوف، 70 میل تفنگچه و مقدار زیاد جنگ افزار می‌شود در یک موتر باربری به گونه ماهرانه جاسازی شده بود. 5 فرد وابسته به گروه طالبان در پی انفجار میان خودی کشته شدند. مسئول رسانه‌ای قلی اردوی 209 شاهین میگوید که این گروه 5 نفری قصد داشتند یک حلقه ماین را در منطقه دفتان ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز جابجا کنند. در همین حال در یک عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در ساحه پل الچین ولایت کندز یک تروریست بازداشت شده است. در پی حملات هوایی نظامیان در مربوطات ولایت کندوز 12 هراس افغان کشته شدند و 6 تن دیگری آنان زخم برداشتند. مسئول رسانه‌ای قلی اردوی 209 شاهین میگوید که این عملیات ها در ساحه قرلق، ایدگاه، نواباد و ولسوالی دشت ارچی این ولایت انجام شده است. وی میگوید که در پی این حملات یک قبضه راکت انداز، یک میل کلاشینکوف و یک اراده موتورسایکل هراس افغانان نیز تخریب شده است. با گفته وی در پی این حمله همچنان 7 حلقه ماین جاسازی شده نیز کشف و خونسا شده است.
فرماندهی پلیس بدخشان از بازداشت یک قاچاقچی همراه با 20 کیلوگرم مواد مخدر از مربوطات این ولایت خبر می‌دهد. مسئول رسانه‌ای فرماندهی پلیس بدخشان می‌گوید که فردی بازداشت شده عبدالکبیر باشنده روستای جنگلبدی ولسوالی درائمی این ولایت است و می‌خواست این مقدار مواد مخدر به واسطه موتر نو کورولا از شهر فیض‌آباد به ولسوالی کشمی این ولایت منتقل کند. قرارداد به ارزش بیش از 30 میلیون دلار به منظور سروی و دیزاین گذرگاه سالنگ میان وزارت مالیه و بانک توسعه آسیایی در کابل امضا شد. وزیر مالیه هنگام امضای این قرارداد با اشاره به اهمیت اقتصادی گذرگاه سالنگ میگوید که حکومت تلاش میکند گذرگاه سالنگ را به گونه معیاری بازسازی کند. در این حال رئیس بانک انکشاف توسعه از همکاری های بیشتر در بخش سروی و دیزاین این گذرگاه اطمینان میدهد. شکرالله عادل. گذرگاه سالنگ نه تنها شمال و جنوب کشور را با هم وصل می کند، بل در رشد اقتصادی و پیشرفت ترانزیت در کشور با اهمیت است. انتقال بیشترین اموال تجارتی از همین گذرگاه صورت می گیرد که روزانه بیشتر از 5000 وسایط ترانسپورتی از این گذرگاه به مقاصد مختلف عبور می کنند. گذرگاه سالنگ با آن که از اهمیت ویژه‌ای در اتصال افغانستان به کشورهای آسیای میانه برخوردار است، اما تا کنون این گذرگاه به گونه معیاری بازسازی نشده است. به همین هدف قراردادی به ارزش بیش از 30 میلیون دلار به منظور سروی و دیزاین این گذرگاه میان وزارت مالیه و بانک توسعه آسیایی در کابل امضا شد. وزیر مالیه با اشاره به اهمیت اقتصادی گذرگاه سالنگ میگوید که این گذرگاه به گونه معیاری بازسازی خواهد شد. امروز این قرارداد که حدود 32 میلیون دلار است، 15.7 میلیون از این کمک های بانک توسعه آسیایی است و متبقی در حدود 15.2 میلیون دلار دیگر از کمک های کشور دوست ما ژاپن است. در همین حال وزیر فواید عامه از تلاش های حکومت به هدف معیاری سازی گذرگاه سالنگ خبر می دهد و می گوید که حکومت تلاش دارد تا یک تونل دیگر در کنار تونل سالنگ حفر کند. و پیشبینی ما همی است که شاید یک از بدیل هایی که شاید از همه بهتر باشه اینه که تونل جدید از منطقه اولنگ در سالنگ جنوبی تا منطقه دوشاخ در سالنگ شمالی طرح و دیزاین شده که حدوداً شاید حدود 12 کیلومتر باشه که یک از بلندترین تونل ها در سطح منطقه خواهد بود. رئیس بانک توسعه آسیایی نیز از همکاری های بیشتر به حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد. گذرگاه سالنگ در ارتباط ترانسپورتی بسیار مهم و مؤثر است. بانک انکشاف آسیایی در بخش دیزاین و سروی این پروژه حکومت افغانستان را کمک بیشتر خواهد کرد. گفتنی است که بانک توسعه آسیایی در بخش های سرکسازی، خط آهن و میدان های هوایی تا کنون بیشتر از 2 میلیارد دلار افغانستان را همکاری کرده است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور که برای امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی ولایت بامیان و ایالت گانسوی چین به این کشور سفر کرده بود، امروز دوباره به کشور برگشت. آقای محقق احیای جاده ابریشم را برای افغانستان حیاتی می‌داند و می‌گوید که جاده ابریشم می‌تواند روابط تجاری چین و افغانستان را گسترش دهد. چندی پیش رئیس اجرایی حکومت در سفر به کشور چین 5 تفاهم نامه را در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی با حکومت چین امضا کرده بود. معاون دوم ریاست اجرایی کشور که از سفر چین برگشت کرده است میگوید که در این سفر تفاهم نامه خواهرخواندگی ولایت بامیان و ایالت گانسوی چین را با مقام های آن کشور امضا کرده است. مسئله توامیت یا خواهرخواندگی بین ولایت گانسو و بامیان به امضا رسید که این تفاهم نامه میتونه سطح همکاری های دو کشور و خصوصا دو ولایت بسیار ارتقا ببخشه. معاون دوم ریاست اجرایی احیای جاده ابریشم را برای افغانستان حیاتی میداند و میگوید که جاده ابریشم میتواند روابط تجارتی چین و افغانستان را گسترش دهد و این مسئله بسیار مهم است که ما بتوانیم این جاده را احیا بکنیم. هم برای اقتصاد منطقه مفید است و هم برای اقتصاد چین من حیث بزرگترین اقتصاد منطقه و دومین اقتصاد جهان
و هم برای افغانستان مهم است. خواهرخواندگی شهرها رابطه دوستانه و هدفمندی است که به هدف تبادله اطلاعات و تجاری و توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری و فنی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی برقرار می شود. همچنان خواهرخواندگی پیمان همکاری بلند مدت و رسمی دو شهر است که بین شهرداران دو شهر برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی منعقد می شود. دست کم 12 تن در انفجار یک موتر بمب گذاری شده در یک پست بازرسی در ورودی شهر تکرید در شمال عراق کشته شدند. با گفته منابع پلیس عراق این حمله در نخستین ساعات صبح امروز روی داده است. منابع وابسته به پلیس گفتند که یک جنگجوی مسلح پس از آن که 4 پلیس را مورد حمله قرار داد با ضرب گلوله کشته شد. بر اساس این گزارش 2 جنگجوی دیگر یک لوری حامل مواد منفجره را با نزدیک کردن به پست بازرسی در ورودی تکرید منفجر کردند که از اثر آن 12 تن کشته شدند و شمار هم زخم برداشتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در شرایطی که مناطق از شهر حلب سوریه تحت بمباران و حملات ضد تروریستی قرار گرفته است، روسیه امدادرسانی به مناطق دیگری از این شهر را ادامه می‌دهد. موترهای ارتش روسیه که حامل مواد غذایی و دارو بودند در بخش‌هایی از این شهر مستقر شدند و مردم برای دریافت این کمک‌ها صف کشیدند. مسئول این کمک رسانی می‌گوید شماری از مردم حلب توانستند از طریق مسیرهای امنی که دولت سوریه آن را سازماندهی کرده بود از این شهر تحت محاصره فرار کنند. سازمان ملل متحد و روسیه به طور جداگانه مدیریت این عملیات کمک رسانی را بر عهده دارند. در این حال سازمان ملل متحد میگوید افزایش حملات در شهر حلب سوریه نزدیک به 2 میلیون تن از ساکنان این شهر را از دسترسی به آب محروم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره این کشور را که بر اساس آن خانواده های قربانیان حملات 11 پس از 4 سال مذاکره در هاوانا پایتخت کیوبا، دولت کولومبیا و نیروهای گروه فارک به توافق صلح رسیدند تا به چندین دهه درگیری پایان دهند. شورشیان فارک توافق صلح با دولت کولومبیا را تصویب کردند. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا و رودریگو لاندانو رهبر گروه فارک در 26 سپتامبر توافق صلح نهایی را امضا می‌کنند. قرار است مردم کولومبیا در یک همپرسی درباره تصویب این توافق در 2 اکتبر رای دهند. در جنگی که از سال 1964 میلادی بین دولت کولومبیا و شورشیان فارک در گرفت، 260 هزار تن جان باخته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. دنیای ورزش و فوتبال این که در آغاز هفته پنجم رقابت‌های بوندسلیگای آلمان دیشب دورتموند 3-1 فایبورگ را شکست داد. بتیس 1-0 مالاگا را از پیش رو برداشت. رقابت‌های این هفته امشب با دیدار تیم‌های خیخون با بارسلونا، بلباو با سیویا و لاس پالماس با رئال مادرید برگزار می‌شود. در آغاز هفته ششم لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد با لستر سیتی، لیورپول با هال سیتی، سوانزی با منچستر سیتی صدرنشین مسابقه می‌دهند. تیم پاری سن ژرمن در نخستین بازی هفته هفتم لیگ دسته اول فرانسه مقابل میزبانش تولوز 2-0 مغلوب شد. بینندگان گرامی، مجموعه خبری امشب در همین جا به پایان می‌رسد. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.